گفت رفیق سخت سرت سرد است، گویا یخ زده است. بار دیگر دست پیش برد، سر از جای بغلطید و به زمین افتاد و علی هم شش گز از آن دورتر فریاد می کرد که خداوندا پناه بر تو، و جرأت بیرون آمدن از کنج دکان نمی کرد و می گفت ای سر، این دکان، این تیغ ها، این فوته ها، هر چه دارم از آن تو، بگیر و دست از گریبان من بردار، اگر جنی یا شیطانی به سخن درآ و مرا معذور دار که میخواستم سر تو را صابون مالی کنم. چون از سر بریده صدا بر نیامد، دید که جای ترس نیست، پیش آمد و از کاکلش گرفته از زمین برداشت و نگاهی درست کرد و گفت راستی سر بریده‌ای بوده ای، اما به چه پا به اینجا آمده ای؟ ای لقمه گوشت نجس، چه تدبیری در زیر سر داشته ای؟ نه نه، علی یک چشم است، اما با آن چشم دیگر هر چه در دنیا می شود دیدن می تواند. تو را به دکان حسن نانوا می انداختم، اما پسرش پر شیطان و نادرست است، سر حساب می شود. خب حالا که چنین است، تو را به جایی ببرم که کسی به سر وقت نیفتد. تو را به دکان کبابی یانقوی یونانی میبرم تا به جای مزه عرق به مشتریان بدهد. پس به یک دست چپق و به دست دیگر سر بریده در زیر دامان در کوچه پهلوییش به دکان یونانی رفت. علی کور این دکان را به دکان کبابی سایر مسلمانان ترجیح میداد، چه در آنجا بی سر خر شراب نیز میتوانست خورد. در دکان دولابی بود که کبابی گوشت‌های ناپخته را در آنجا نگاه می‌داشت. علی نگاهی به این سوی آن سوی کرد، چون کسی را ملتفت خود ندید، سر را در پشت شقه گوشتی انداخت که بایست آن روز کباب شود. چون اول روز بود و جمعیت کم، کسی ندید. پس چپق خود را با آتش اجاق یانقو برافروخت و برای گم کردن پی کبابی برای نهار خود سفارش کرد و برفت. یانقو بعد از آن که ظرف‌های ناشسته خود بشست و سیخ‌های کباب را به ترتیب بپیچید، آتش برافروخت، شربت بساخت، دکان را جاروب کرد، رفت از دولاب برای کباب علی کور پارچه گوشتی بیاورد. این یانقو مردی بود یونانی خالص و زیرک و حیله‌کار و وهام، نسبت به بزرگان متملق و مظلوم و نسبت به خردان متکبر و ظالم. با اینکه شتربان عثمانی به آقایان خود کینه شتری داشت و برای چاپلوسی ایشان از هیچ دریغ نمی داشت، هرچند پست مایه هم باشند به ایشان از روی احترام سر فرود می آورد. باری یانقو گوشت ها را برهم زدن گرفت تا پارچه گوشتی گندیده برای علی کور جوید و با خود می گفت زهر مار به مار گوارا، به شکم ترکی که قابل دریدن با خنجر و تیغ است، گوشت گرم و پشت مازه دریغ است. گوشت ها را می آزمود و می گفت خیر، هنوز علی کور خور نشده است. ناگاه در گوشه‌ای چشمش به سر بریده آدمی افتاد. دلش از جای بر آمد و چند قدم دورترک جسته گفت ماشاءالله، عجب چشم‌های درخشان. دست فرا کرد و از میان کله پاچه‌ها و گوشت‌های گندیده سر را بیرون آورد و مانند آن که زیان خیز است دور از خود بگرفت، اما از هیبت او سر مسلمان بودنش بشناخت. گفت لعنت خدا بر تو، چرا سر همه پیروان عمر به این طور نمی شود تا من کباب کنم و سگهای استانبول را رایگان فربه سازم؟ کاش عاقبت همه ایشان این طور شود، کاش همه یونانیان امروز مثل من خوشبخت شوند. پس با غیظ
سر را بر زمین انداخت و با نوک پا بغلطانید. بعد از این بازی و هرزگی ها با خود گفت: خب حالا چه باید کرد؟ اگر این سر را اینجا ببینند کار من تمام است. میپندارند که مسلمانی کشتم. ناگاه شیطانی به خاطرش رسید. با حالت نابکارانه گفت: زهی طالع، یهودی خوب به یادم آمد. برای این سر از آنجا بهتر جایی نمی شود. این اندام خبیث ملت محمد برود پیش دست اندام خبیث ملت موسی. پس سر را به زیر دامان گرفته به جایی که نعش یهودی سر در میان پا بود دوید. درویش گفت: باید دانست که در ممالک ترک وقتی که سر ترکی را می برند سر را بر روی بازوی او می گذارند تا اینکه مرده او از مرده نصارا و یهود فرق شود، اما سر نصارا و یهود را به میان پا نزدیک موضع معتادشان می گذارند. یانقو فرصتی جست و سر را به میان پای یهودی در پهلوی سر او گذاشت. چون هنوز کوچه ها خلوت بود کسی او را ندید. در باطن دلشاد از این که به یکی از زلمه خود ظلم نموده و به کینخواهی سرش را به هرچه بدتر یهودی گذاشته به دکان برگشت. یهودی کشته شده متهم شده بود بر این که کودک مسلمانی را دزدیده و کشته است. ترکان و ایرانیان را اعتقاد این که براستی یهودیان این کار را می کنند. از این تهمت فتنه قریبی برپا شده و هنوز فرو ننشسته بود. این کشتار به عمد در دم در یونانی واقع شده بود تا چند روز در آنجا باشد و یونانی برای استخلاص از شر مبلغی به جلاد دهد و یونانی هم به رغم میرغضب در و پنجره خانه خود را بسته از خانه بیرون نمی آمد و نعش یهودی در همانجا بود. به جز مسلمانان کمتر کسی جرأت پیرامونگردی آن نعش می کرد، از ترس اینکه مبادا مسلمانان به زور ایشان را به مرده کشی وادارند. چون روز قدری بالا آمد و مردم به آمد و شد شروع کردند، ازدحامی در آنجا شد و آوازه به هر سو پیچید که امشب معجزه شده است و نعش یهودی دو سر پیدا کرده. از این خبر همه اهل شهر به تماشا دویدند. کعب الاحبار یهود خبر داد که چون چیزی خارج عادت در میان قوم بنی اسرائیل به ظهور پیوسته است، البته صاحبی برای ایشان پیدا خواهد شد. دانشمندان یهود به هر سو به تکاپو مژده می دادند که حالا این مرده بر می خیزد و با دو سر یهودیان پریشان را از پنجه ستمکاران می رهاند. اما همانا این پیچ و واپیچ کار برای بدبختی ایشان بوده است. یکی از یکی چریان از میان تماشاییان به حیرت فریاد و فغان برداشت که سبحان الله، یکی از این دو سر، سر بزرگ و رئیس ما آقای یکی چریان است. یکی چری دیگر شهادت داد، رگ غیرتشان بجنبید، به نزد اورته خود دویدند، خبر همگانی و آتشی به جان یکی چریان شد. این طایفه هولنگیز به یک بار از جای برخاستند و معلوم شد که در پایتخت هنوز از قتل آقای منتخب خود خبر نداشتند. می گفتند که فریب ما و قتل بزرگ ما کافی نیست که باید به این خاری و بیمقداری باشد سرش را در میان پای یهودی گذارند. این اهانت نه تنها بر ما شده بلکه بیزه اسلام ملوث گردید. هرگز چنین معامله‌ای نسبت به ما نشده است و تلافی این نمی شود مگر به قطع نسل یهود. این کار کدام سگ است؟ این سر با چه پا به اینجا آمده است؟ یا کار وزیر است یا کار رئیس افندی یا اینکه باز کار پدرسوخته ایلچیان فرنگ است؟ والله بالله به کعبه و به دره عمر و تیغ حیدر کرار که
که ما کین خود خواهیم خواست. بگذاریم ازدحام زیادتر شود، ما قدری حرف بزنیم. ای مستمعین، تصور کنید که یهودیان در آن حال چه حالی داشتند. هر یک به عوض دو پا با چهار پا به سوراخ خود می دویدند. ترکان عذاب‌آلود با فحش و قسم و تپانچه و کارد و خنجر و شمشیر فریاد می کنند بگیرید، ببندید، بکشید. شهری را به نظر آورید با راه‌های تنگ و خانه‌های دیوار کوتاه و کوچه‌های پر ازدحام، با مردمی با لباس‌های گوناگون و رنگارنگ و ناموزون، همه رنگ‌ها شفاف و براق و گلگون، همه می‌ترسند و نمی‌دانند چرا، همه سخن می‌گویند و نمی‌دانند چه می‌گویند، گویا حالا قیامت برپا می‌شود، آسمان و زمین بر هم می‌خورد. شما را به این شهر، به میان این مردم رها می کنم و می گویم از اینجا نگاهی به سرای سلطانی بیاندازید. ببینید با این حال، در این حال جناب شوکت مآب افندی میرزا تا به حال در چه کارند. در شب آوردن خیاط به سرای شاهی، پادشاه ام فرموده بود که سر آقای یکیچریان را که در آن روزها فساد بزرگ می کرد ببرند. از کسرت اعتنای او در این باب بایستی به محض بریدن سر را به حضور آورند. مأمور این امر در وقت آوردن سر به اتاق، چون جرأت نگاه بر روی سلطان نداشت، به طبع خیاط را سلطان فرض نمود و سر را به پیش پای او نهاد و برفت. سلطان برای اینکه منصوری خواجه خود را هم فریبد و لباس تبدیلی را جای زند، پیش از آن به اتاق داخل شد و بغچه لباس را برد تا لباسی دیگر آورد. در این اثنا منصوری در آمد و خیاط با بغچه سر که آنجا بود به جای بغچه لباس برداشت و بیرون برد. پادشاه از قضیه سر و بردن خیاط آن را بیخبر، چون بازگشت خیاط را در آنجا ندید. آدم فرستادن و خیاط را آوردن منافی تدبیر وی بود. بی اطلاع از حقیقت حال، ناچار منتظر برگشتن منصوری شد. می دانست که خیاط بی لباس نمی رفت و لباس هنوز در نزد او بود. از طرف دیگر در باب انتظار سر بیتابی داشت. مأمور کشتن آقای یکیچریان را بخواست. حالا بیا و حیرت عامر و مأمور هر دو را ببین. سلطان دست به زانوی حیرت می‌زد که اگر خیاط سر را نبرده من این ریش را می‌تراشم. سلطان در انتظار منصوری بیتاب شد. هرچه آشوب کرد و دست و پا زد و الله الله گفت، منصوری بر نگشت. فحشم داد، باز بر نگشت. اگر آدم نمی‌فرستاد و منصوری را از رخت خواب بیرون نمی‌کشیدند، باز بر نمی گشت. منصوری آن وقت خیلی خواب هم دیده بود. به محض بیدار شدن وی سلطان فریاد کرد که زنهار ای منصوری به نزد خیاط بدو که سر آقا را به جای لباس درویشی برده است. تا زود است مئیس، برو بگیر بیاور، وگرنه قیامتی برپا خواهد شد. پس قضیه را حالی منصوری کرد. نوبت حیرت به منصوری رسید. دکان خیاط را می دانست، اما خانه اش را نمی دانست. پیش از صبح بود و بزستان باز نشده بود. یک قهوه باز، از آنجا هم فایده‌ای نشد. دستش از همه جا برید. عاقبت به خاطرش آمد که خیاط می گفت مؤذن مسجد بازار ماهی است. به آنجا دوید. خیاط را دید، دست در گوش، چشم بسته، با دهانی یک گز باز برای فراموشی حالت شب بانگ نماز صبح می داد. نفس زنان به بالای مناره رفت. چون چشم خیاط به منصوری افتاد، از ترس استنطاق در باب سر از آن در گلویش گره شد و کم ماند که سکته کند. بیان که فرصت حرف زدن کند، به گریبان منصوری آویخت که مرد که با شریفی مثل من این چه بازی بود؟ مگر خانه من قبرستان است یا کل پزخانه؟ منصوری: رفیق، داد و بیداد مکن،
مگر نمی‌بینی که در کار اشتباهی؟ خیاط: اشتباه کجا؟ عمدن سهو کرده‌ای که بیچاره ای را به بلا بیاندازی؟ مرا ریشخند می‌کنی که لباس خواهم ساخت، تو نمونه می‌آوری، دیگری می‌برد، دیگری سری به جای او می‌گذارد. سبحان الله، در میان عجب گروهی گیر کرده بودم. آنجا کجا بود؟ آشیانه حرامزادگان یا سوراخ شیطان؟ منصوری دهن او را گرفته: مرد که خفه شو، بس است، پر پیش مرو، هیچ میدانی با که حرف میزنی؟ خیاط: نمیدانم و نمیخواهم هم بدانم. اینقدر میدانم که هر کس به من سر آدم به جای لباس بدهد، از سگ کمتر و کافر است. منصوری دیوانوار: مرد که سایه خدا را سگ میخوانی، خدا دهنت را بشکند. پادشاه عالم پناه اسلام را کافر خطاب میکنی؟ چه گوه میخوری؟ زود باش خفه شو، بگو سر کجاست، وگرنه سر تو را به جای او میبرند. از این سخن دهان خیاط بسته شده به پای منصوری افتاد که زنهار زنهار، خطا کردم، غلط کردم، هر چه میگویی خوردم، خرم، دیوانم، از تقصیرم درگذر، بیا به خانه قدمت بالای چشم. منصوری: خانت آبادان، زود باش، من کار دارم، بگو ببینم سر آقای یکیچریان کجاست. چون خیاط دانست که سر از کیست و دید که او و زنش با آن سر چه کرده اند، قوت بازویش برید و سراپا غرق عرق شد و گفت: نمیدانم کجاست. خداوندا، عجب طالع بد و بخت شومی داشته این. منصوری: کجاست؟ آخر کجاست؟ زود باش بگو. خیاط با اضطراب: نمیدانم، خبر ندارم. منصوری: سوزاندی؟ خیاط: نه. منصوری: انداختی؟ خیاط: نه. منصوری: پس چه کردی؟ تو را به پیغمبر بگو. خوردی؟ خیاط: نه. منصوری: هنوز در خانه توست؟ خیاط: نه. منصوری: در جایی پنهان کردی؟ خیاط: نه. منصوری بیتاب ریش خیاط را گرفته دیوانوار فریاد برآورد که مردی که یه پیر مرد شوی برده، آخر بگو ببینم چه کردی؟ خیاط نیم مرده و با آوازی در گلو گرفته گفت: در تنور بریان شد. منصوری: چطور بریان؟ مگر میخواستی بخوری؟ خیاط: نمیخواستم بخورم، اما بریان شد، حالا هم در تنور است، دیگر چه میخواهی؟ پس تفصیل تدبیر را باز گفت. منصوری: حالا خانه نانوا را به من نشان ده، وگرنه ما را آتش میزنند. سبحان الله، به عقل که میرسد که سر آقای یکیچریان را در تنور بریان سازند. پس به نزد حسن نانوا رفتند و او بی تلاش تفصیل بردن سر را به دکان علی کور باز گفت. خوشا به حال آنکه از تهمتی که بر او وارد می آید بجهد. منصوری و خیاط و نانوا به دکان علی کور رفتند که سر مشتری کو؟ علی کور اول قدری تردد کرد، اما در آخر اقرار نمود که او را به جای سر شیطان گرفتم و به نزد یانقو کبابی بردم، که البته تا کنون از این قبیل سرها برای مستان خیلی کباب کرده است. در حیرت عاقبت همه با علی کور خدا و پیغمبر گویان به نزد کبابی شتافتند. چون چشم کبابی یونانی به آن دسته مسلمان افتاد، دانست که مشتری کباب نه، بلکه مأمور کباب کردن جگر او هستند. چون پای چگونگی سر به میان آمد، به انکار برخاست که ندیدم و هیچ اطلاعی ندارم. دلاک جایی که سر را انداخته بود بنمود و به قرآن قسم خورد. کبابی انکار کرد و به انجیل قسم خورد. تا آنگاه
معجزه یهودی دو سر در میان یکی چریان برپا شده بود. منصوری هنوز در تفحص و تجسس که به یک بار از شورش و آشوب خبردار شد. قیات و نانوا و دلات در عقب به جانب نعش یهودی دوید. با حیرت تمام سر را بشناختند. اما کبابی مرحله را فهمید و آنچه به سرش بایستی آمد از پیش بدید. نقود حاضر خود را برداشت و از شهر بگریخت. منصوری خیال میکرد که کبابی نیز با او همراه است. روی واپس کرد که همه باید به حضور پادشاه رویم. یونانی را ندید. پرسید: کبابی کو؟ دلاک گفت: بیشک بگریخ. من اگرچه کورم اما چشم شناختن یونانی دارم. منصوری خواست سر را بردارد اما هواداران سر را دید و مقصودشان را فهمید و گفتارشان را بشنید. مصلحت در برداشتن آن ندانست. با سه تن شاهد به نزد سلطان بازگشت. چون سلطان دانست که سر را در کجا یافتند و چگونه به آنجا رفته است و چگونه شورشی برپا شده، خواننده می داند که نویسنده صورت حالت او را نتواند نوشت. سلطان دید که بیان واقع حال مخالف شأن او و مایه ریشخندی و از طرف دیگر البته باید پیش این کار گرفته شود، وگرنه منجر به باجگونی تخت و وارونی بخت او خواهد شد. متحیر به تفکر فرو رفت و لا حول کنان وزیر و شیخ الاسلام را بخواست. ترسان و هراسان با حالتی که جای رشک نیست آمدند. پادشاه شرح شورش شهر را به ایشان بیان کرد. بعد از استخاره و استشاره قرار بر این دادند که خیاط و نانوا و دلاک و کبابی را به محاکمه کشند، چنانچه گویا ایشان را در قتل آقا مدخلی بوده است و ایشان را متهم سازند که سر را پخته و تراشیده و کباب کردند و باید خونبهای او را بدهند و هم قرار دادند که چون علت قائی شورش کبابی است و با سر آقا آنطور بی ادبی کرده، وانگهی ترسا و یونانی است، سرش را باید برید و به همانجا که سر آقا را نهاده بوده است گذاشت. تمکینی نیز نمودند که برای تسکین هیجان و غلیان یکی چریان باید آقایی از نو ایشان خود انتخاب کنند و آقای مرده را به عزت و احترام دفن سازند. همه اینها شد مگر قتل یونانی که دست کسی به او نرسید و شهر آسود. اما به همت سلطان این را نیز باید افزود که نه تنها تلافی مافات خیاط و نانوا و دلاک کرد، بلکه انعامی به فراخور حال هر یک به ایشان بداد تا کفاره زحمت ایشان بشود. من این قصه را خیلی کوتاه گرفتم، به خصوص جایی را که منصوری حالت سر را به سلطان بیان کرد. اگر مثل درویش شاخ و برگ می نهادم خیلی دراز می شد و بیم آن بود که کتاب حاجی بابا 70 من کاغذ شود. قصه چنان که قصه خوانان و قصه شنوان دقت کردند باید دراز باشد، اما موجب ملال نشود، بلکه هرچه بیشتر پیشتر رود شنونده را مشتاق‌تر سازد. وانگهی درویش قسم می‌خورد که با سرمایه همین حکایت 3 روز متوالی می‌توانم جیب مردم را خالی کنم و باز چیزی از آن باقی مانده باشد. گفتار 46 در تقدس حاجی بابا و آشنایی او با مشهورترین مجتهدان. عاقبت میرزا ابوالقاسم قومی خود آوازه تقدس و زهدم بشنید و روزی در وقت رفتن به زیارت حرم کس به عقب من فرستاد. این فقره را ترسناک دیدم. ترسیدم که
علم و فضلم که عبارت از مبادی شریعت بود و بس، در مقام امتحان بخیم بر روی کار اندازد. بنابراین مسائل لازمه را روان و زیر چاق کردم و آنها عبارت بود از اینها: یک، هر کس به نبوت محمد و امامت علی نگرود کافر و واجب القتل است. دو، به جز امت محمد آن همشیعه علی همه مردم به دوزخ می روند. سه، لعنت بر عمر از جمله واجبات است و کسانی که پیرو عمرند از اهل جهنمند. چهار، همه نصارا و یهود و سایر ملل از اهل کتاب و غیره نجسند. پنج، شراب نوشیدن و گوشت خوک خوردن حرام است. شش، کافر و خوک و سگ نجس العینند. هفت، نماز و روزه و زکات و حج و خمس بر همه کس واجب است. هشت، وضو از واجبات نماز است، اما باید آب را از مرفق روی به سر انگشتان ریخت و مرفق باید شست که غایت داخل مغیاست. هر که مانند سنیان به عکس این کند بیدین است و کافر. در این کار بودم که به این فضیلت ها پاره چیزهای دیگر نیز بیفزایم که درویش در آمد بی پروا اظهار نادانی خود به وی نمودم. در این کار بودم که به این فضیلت ها پاره چیزهای دیگر نیز بیفزایم که درویش در آمد بی پروا اظهار نادانی خود به وی نمودم. درویش، در این همه عمر خود نفهمیدی که در دنیا هیچ کار بی گستاخی نمی شود و حکایت های من و درویش سفر را فراموش کردی؟ حاجی، من حکایات شما را فراموش نمی کنم. در سایه آن حکایات چوبی خوردم که لذتش تا قیامت از دماغم بیرون نمی رود. چوب و فلک حافظه را زیاد می کند. حالا هم به قول تو خود اگر فسقم بروز کند به جای چوب و فلک خوف سنگساری. این معنی برای تو علستویه است اما نه برای من. درویش جان، حالا بگو چه بایدم کرد؟ درویش، اگر آنقدر تزویر که مجتهد را خر کنی نتوانی به کار بری، حاجی و اصفهانی نیستی. سکوت و حیرت و قوز و به زمین نگاه کردن و داغ پیشانی و زدن شارب و خود را احمق نمودن را از دست مده. دیگر کار مدار، من هم بیش از اینها نمیتوانم. حاجی، در این باب خدا کریم است، اما بیشام خوابیدن بهتر که به مهمانی رفتن و نامربوط خوردن. پس با چهری عبوس و چشمی به زمین دوخته به دیدن مجتهد رفتم. در عالم مصیبت خود در شهر قم همانا کسی صورت تقدس مرا نداشت. در وقت آهسته آهسته راه رفتن این حکایت شیخ سعدی را در باب فضیلت درویشان به خاطرم می آمد و به حال خود مناسب می دیدم که یکی از بزرگان پارسایی را پرسید که چه گویی در حق فلان عابد که دیگران به طعنه در حق او سخنها گفتند. گفت: در ظاهرش عیب نمی بینم و از باطنش غیب نمی دانم. هر که را جامه پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار، ور ندانی که در نهادش چیست محتسب را درون خانه چه کار. و هم از شیخ مرحوم فقرات دیگر به خاطرم آمد که اگر فرصت بجویم به مناسبت مقام برای مجتهد بخوانم. از آن جمله: گر کشی ور جرم بخشی روی سر بر آستانم، بنده را فرمان نباشد هرچه فرمایی برانم.
آقا نماز ظهر را تمام کرده سر به دوش راست و چپ خمان سلام می داد که برسیدم. مقلدان و مرده در پشت سر او همه خوشبل منسندل دیده بر او دوخته بودند. چون از اوراد و از کار پرداخت، یکی از ملایان پیش رفت و مرا معرفی کرد. آقا اشارت به نشستن فرمود، دامن عبایش بوسیده بنشستم. گفت حاجی خوش آمدی، مشرف، مزین، ما مدح تو را خیلی شنیدیم، بالاتر بفرمایید. با توقف و اعتذار بسیار از صف نعال با هزار اصرار، زانو زانو مرا به جایی نزدیک خود نشانید. دستها را در آستین عبا و پاها در آستان مقعد نهفتم. مجتهد: شنیدیم شما مردی مؤمن و متعبدید، قول و فعلتان یکیست، ریش دومو ندارید، یعنی مانند ریاکاران در ظاهر مؤمن و در باطن منافق نیستید. حاجی: سایه سرکار آقا از سر ما کم نشود، کمترین خاک پای آقا و سگ آستان سرکار شریعت مدارم. مجتهد خودی جمع کرد که حاجی راست است، توفیق الهی چراغی فراراه تو داشته است، مجاور قم شده ای. ما مدتی است ترک دنیا گفته ایم. سؤال من برای این است که ببینم نسبت به حال تو از دست من خدمتی برمی آید یا نه. تعاونا و تهاوبو، حدیث شریف نبوی است. من یبسر یده من لا یبسر و من یسته یعن من لا یسد. از این سخنان جرأتی پیدا کردم و حکایت شیخ سعدی را به کار زدم و سرگذشت خود را به نوعی با تعدیل بلکه با تبدیل بیان کردم که حضار به نظر شهیدم نگریستند. مجتهد: از این قرار روزی که به یاری خدا اصلاح کارت بشود نزدیک است. شاه به زیارت معصومه قم می آید. چون که به من یک نوع ارادتی دارد، یقین داشته باش که در استخلاص تو به هیچ وجه کوتاهی نخواهم کرد. حاجی: بنده خاکسار ماننده این بیمقدار در ازای التفات سرکار شریعت مدار چه میتواند گفت؟ هر احسانی که در حق حقیر بفرمایید محض عنایت و التفات است، وگرنه من کجا و لطف سرکار کجا؟ مجتهد به پاداش تملقات من: معلوم است تو از مایی، به حکم المؤمنون و اخوه، مؤمنین پاک یکدیگر را به محض ملاقات می شناسند، چنانچه طایفه ای از فرنگان هستند به نام اهل فراموشخانه که یکدیگر را در میان هزار نفر به محض یک نظر تشخیص می دهند. همه حضار لا اله الا گویان و لا حول گویان استحسان کردن. مجتهد: حاجی قلندری با توست که درویشش میگویند، شنیدم گفته است با هم آشنا و همراه بوده اید، راست است؟ حاجی: چه عرض کنم؟ مترددانه: بلی، فقیر و مردی بی‌نواست، در پهلوی خود جای دادم، خدمتی جزوی در حق من کرده است، به آن ملاحظه رعایتش می کنم. مجتهد دست به پر شال کرد و مریدان می دانستند که در آن حال سر افاده دارد. همه گوش شدند. بلی، آنان همه نام خود را درویش می گذارند، خواه نورعلی شاهی، خواه نعمت اللهی، خواه ذهبی، خواه نقشبندی، خواه سلسله ملعون اویسی، همه کافرند و مرتد و واجب القتل. هر که به اینها معتقد باشد کشتنی و سوختنی و گردن زدنی. پا
پاره ای از اینان میگویند که روزه رمضان صرفه نان است و نماز کار بیوه زنان و حج تماشای جهان و دل به دست آوردن کار نیکان. پاره دیگر میگویند طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. یکی میگوید گر کسی از سجده ها شد سروری، دنگ هر رزاز پیغمبر شدی. دیگری میگوید فسق من و زهد تو فلک را چه تفاوت، آنجا که بصر نیست چه خوبی و چه زشتی. پس حسن و قبح اعمال و افعال به اعتبار ماست، در حقیقت حسن و قبحی نیست. خلاصه عبارت هم شتا و معناها واحد. حقیقت این است که به قرآن و احادیث و اخبار و سنن اعتقاد ندارند. میگویند قرآن رتب و یابس است و احادیث و اخبار مجعول و ساخته و ما را به سنن و آداب گذشتگان پیروی به چه کار آید. قومی یاهو یا منهو یا من لیس اللهو گویان انقدر سر می جنبانند که دهانشان مانند دهان شتر کف می کند و اسم این را ذکر می گویند. قومی دیگر می گویند که ما اهل حقیقتیم و برتر از همه مردم، پیروان ما اهل طریقتند و باقی مردم اهل شریعت. حقیقت اعتقاد محمد است و طریقت افعال او و شریعت اقوال او. ما را به معنی محمدی کار است و افعال و اقوال او کاری نیست. ما اهل باطنیم ولی پیروی افعال و اقوال کار اهل ظاهر و قشری است. حرکات و سکنات این قوم بیشتر به حرکات و سکنات رنود و قلاش و بلفزول و اوباش میماند، نه به حرکات و سکنات مردمان معقول. رابعی هم دارند که میگویند ما با ذات واجب الوجود متحدیم، یعنی وحدت وجودیم. شطحیاتی چند از قبیل لیس فی جبتی الله و ان الحق به غالب زدند، خرقه و جنده می پوشند و نعمتهای الهی را خار می شمارند که پشت پا به دنیا زده ایم. از جذبه و شوق و سماع و خلصه و مراقبه و خلوص و وصول و بالله و فلاف الله و از این قبیل مزخرفات و ترهات سخن می رانند و معانی اینها را نه خود می فهمند و نه دیگری می فهمند. پاک و پلید و حرام و حلال و مباح و مکروه نمی دانند. لعنتهم الله، هرچه به دهنشان می آید می جوند و هرچه به زبانشان می گردد می گویند. یهود و نصارا و گبر و ترسا در نزدشان مساوی است، چیش و آیین و مذهب و دین نمی شناسند. خزل لهم الله خزل لهم الله. یکی از رؤسای ایشان گفته است نه در آیین مسلمان و نه در کیش کشیشم، حیرتی میبرم از خود که من آخر به چه کیشم. آن پدر سوخته ملای روم را نمیبینی؟ با آن قوقوها و کوکوهای بیمعنی چه نامربوط و چه جفنگها قالب زده است. در مثنویش هم میگوید هر که را خلقش نکو نیکو شمر، خواه از نسل علی خواه از عمر. آن عطار بیمزهشان که پر دور افتاده است، وحدت و کثرت و ریاضت و مجاهده و مشاهده و سلوک و سیرش باز چیزی است، اما از طرف دیگر خدا می شود، گدا می شود، آب، آتش، زمین، زمان، بره، تره، زردالو، شفدالو می شود، می شود، می شود. اینان همه خود را اهل معنی و صوفی و عاقل و حکیم و راهنما و راهبر می دانند. زهی راهنما، زهی راهبر، زهی راهرو، زهی راهجوی. از ذوالنون مصری و حسن بصری
و حبیب اعجمی و معروف کرخی و شبلی بغدادی و منصور حلاج و اویس قرنی گرفته تا به چرسی و بنگیان امروز همه باید لعنت کرد. حاضران همه لعنت کردند و من ملعون هم با ایشان لعنت کردم. چون سخنان مجتهد تمام شد، حاضران از استهزار و اطلاع او متحیر و از طریقه و اعتقاد او متعجب ملتفت بودند که این سخنان در من چه تأثیر کرده. من هم در اظهار حیرت و تعجب هیچ از ایشان واپس نماندم و در تملق و مزاجگویی استادی و بیساختگی بسیار خرج دادم، چنانچه مورد آفرین و تحسین همه گشت. مجتهد از حیرت حاضران سرگرم چنان داد تقبیح و توبیخ صوفیان بداد که اگر من صوفی می بودم البته او را با دست خود می کشتم. اما از حسن نتیجه تقدس فروشی خود بر خود بالیدم و کم مانده بود که بر خودم نیز مشتبه شود که در واقع مقدسم. با خود گفتم اگر زهد ریایی مایعش همین است، این چیزی نیست. با این حالت چرا باید زحمت کشید و اسیر ستمکاران و متحمل ناملایمات دنیا شد و علاوه بر حالت حالیه هدف 1001 تیر بلا گردید؟ با نیت مواظبت به عمل تقدس به منزل خود برگشتم. چون با درویش تنها ماندم، آنچه در حق درویشان علل عموم و در حق او علل خصوص گفته بود به او اظهار نمودم و گفتم مناسب آن است که ترک این خطه سوء گویی که همه را دیده بر توست، اگر فرصتی یابند دمار از روزگارت بر می آورند. درویش تند شد که سرشان را به سنگ می زنند، قرمساقان تشنه خون شدند، از کشتن بیچاره بی اذیت چه ثوابی حاصل خواهند کرد؟ من در اینجا نه کاری به طریقت دارم، نه به شریعت، نه به صوفی می پردازم، نه به متشرع. بنا به خاطر ایشان سرم که روی خاک نمیدید 5 وقته به سجده می رود. اینقدر برای ایشان بس نیست که میخواهند اینجا نباشم. من میروم. این درک به آن ریاکاران ارزانی. اگر دیگر سرم سر مهر یا رویم روی وضو دید، لعنتی که سزای ایشان است به من باد. از شما چه پنهان، از نیت درویش بدم نیامد. برخاست رشمه و جوزبندی بر کمر و تسبیح ها بر گرد دست، تخت پوست و کشکول بر دوش و منتشا بر دست روان شد و وداعی یک دیگر کرده خلوت را به من باز گذاشت. با اینکه بجز دو پای دنیا کوب بهره ای از دنیا نداشت، با شادی که گویا مال دنیا همه از اوست برفت. از دست شر آن بلا خندان گفتم دست علی به همراهت، هایت از گیوه نو برهنه و چنتت از قصه نو تهی مماناد که به این حال میتوانی به کام خود و به کام دیگران اطراف جهان را بگردی و لذتی که اغنیا با اسارت 1000 گونه ما یلزم و ما یحتاج نمیبرند، تو با بی احتیاجی و بی ضرورتی ببری. گفتار 47 در اطلاع حاجی بابا به اینکه درویش او را بی برگ و نوا ساخته و خلاصی وی از بست. در باب خلاصی از بست همه خیالم صرف وعده مجتهد بود و چنان گوش زدم شد که برای اطمینان از وعده او باید به قدر امکان هدیه‌ای به او داد، که هر کار در ایران بیمایه فطیر است. پس بایستی پیش از وقت به این امر بیندیشم. به جز وجهی جزئی که بالفعل مایه گذرانم بود چیزی نداشتم و از روی احتیاط او را در یک گوشه به زیر خاک نهفته بودم. خیالم بران قرار گرفت که جانماز برای پیش نماز بخرم و سفارش کردم بیاورند ببینم. با خود می گفتم که جا
جانماز همیشه در حضور مجتهد مرا به خاطر او می آورد. به گوشه دفینه دویدم. اذن بده تا من قدری بایستم. تو هم تفکر بکنی. اگر ببینم که جا هست و کیسه نیست، حیرت و نومیدی و حدت و خشونت و از جا برآمدگی هم چقدر می شود. جگرم به دهانم آمد. بی تأمل بر سر زدم و فریاد برآوردم: ای نر قلندر سگ صوفی، عجب کشتی مرا به لنگرگاه آوردی و بی لنگر گذاشتی. الهی از تلخ کامی خلاص نشوی، از گدایی و دریوزگی رهایی نیابی که مرا به خاک سیاه نشاندی و گدایم کردی. پس بنا کردم به های های گریه و زاری نمودن. چه ترس آن داشتم که اهل قوم یاریم نکنند و از گرسنگی بمیرم. چون نومیدی ناخوشی است که هرچه به او رو بدهی زوراورتر می‌گردد. بنا کردم به اندیشه نمودن. اولا به دیدن قتل زینب، به آن حالت بعد از آن، به حالت بس که نوعی از زندان است، بعد از آن به دزدیده شدن پول که مایه امیدواریم بود. نومیدی خود را به مرتبه دیدم که اگر زهر می داشتم هر آینه می خوردم. در این حال پیر آخوندی از پیر آخوندان که در نزد مجتهد مرا به اجتناب از درویش تحریز می نمود داخل شد. حال دل بگشودم با سوز و گدازی که دلش سوخت. گفتم: جناب، راست گفتی که باید از آن درویش ملعون بر حذر بود. پولم را برد و مرا به درد درویشی نشاند. خود را دوست من می گفت و در واقع دشمنم بوده است. اکنون کجا روم؟ چه کنم؟ چه چاره سازم؟ گفت: غم مخور، خدایی هست. اگر مشیت الهی به زندگانی تو با ذلت قرار گرفته است، هر چه سعی کنی بیهوده است. پولت رفت، برود. جانت به سلامت، که سلامت نفس سره همه چیز هاست. گفتم: تو را به خدا، اینها چه حرف است؟ از جان خشک و خالی چه فایده؟ سلامت نفس پول مرا از درویش باز نمی گیرد. التماس کردم که حالم را به مجتهد باز نماید و عذر حال هدیه دادن نداشتنم را بخواهد. ملا با تعهد درست کردن کارم برفت و هم در آن روز خبر نزدیکی ورود شاه به قم به واسطه فراش باشی که برای تهیه و تدارک آمده بود رسید. خیابان‌های صحن آراسته و صحن شسته و روفته و فواره ها جاری. اتاق مخصوص شاه فرش شد. جمعی از ملایان مأمور به پیش باز رفتن شدند. خلاصه از رسوم استقبال و پذیرایی پادشاه سر مویی فروگذار نکردند. پس من به اندیشه استقبال افتادم. چه مدتی بود از تهران خبر نداشتم و نمیدانستم که مغضوبیم تا به چه درجه است. چون کار را به دقت ملاحظه می کردم می دیدم که استیفای غیظ شاه بریدن سر من است و بس. از طرف دیگر با خود می گفتم: من کیم تا که بیایم به شماری باری؟ با همت شاه و علو جاه او، آنچه در هیچ حسابی نبود خون من است. وانگهی امید خود را بر روی شفاعت و وساطت مجتهد مبتنی می ساختم. فراش باشی دوست قدیمم بود و در میان همراهانش چندی از آشنایانم بودند. با اینکه گفتند هر کرا پادشه بیاندازد کسش از خیل خانه ننوازد، باز اظهار آشنایی با ایشان شد. تازه رسیدگان آنچه در غیبت من روی داده بود باز گفتند. با اینکه به ترک دنیا مصمم شده بودم، باز حرف دنیایی ایشان به گوشم خوشایند می نمود. گفتند که نسخچی باشی از جنگ روس برگشت، هدایای بسیار برای شاه آورد، از جمله هدایا و علامت غیرت و شجاعت کنیزان و غلامان گرجی فراوان بود. هدایایش
مستحسن افتاد و شاه برای اظهار التفات خلعتی به او بخشید به این شرط که من بعد از شرابخواری توبه کند. همچنین شنیدم که با فهمیدن شاه که مرا در تقصیر زینب دخلی و با اینکه حکیم باشی پیشکش بسیار داده بود به جهت محرومی خود از خوانندگی و سازندگی زینب، ریش حکیم باشی را کنده بود، خشمش فروکش نکرده بود تا اینکه نسخچی باشی کنیز گرجی آورده بود که به اتفاق همه اهل خبره بعد از طاووس زنی به آن برازندگی و گوهری به آن ارزندگی دیده نشده بود، بلکه هرگز از پشت انسانی مغزی به آن کمال و از چرخ حس ماهی به آن جمال نیامد. از قراری که فراش باشی نشان می داد، چشمش به قدر مایه کف دست او و قدش مثل همان سرو که در باغچه صحن مشهد قم است، اما به شرطی که روان باشد. در آخر گفت که سر همه وسائل اطفای غضب شاهی مایه گذاشتن چند تومان است و بس. از اسم تومان باز درویش به یادم افتاد و باز دشنامش دادم که خیر نبینی قلندر، اگر مال مرا نبرده بودی اکنون مبالغی کارسازی می توانست کرد. باری دلم به آن خوش شد که فراش باشی گفت کار تو نه به آن دشواری است که می پنداری. بنابراین بر سر حسیر صبر قلیان انتظار بر لب، با ورد الصبر و مفتاح الفرج و من صبر زفره، منتظر عاقبت کار نشست. روز دیگر پادشاه رسید و در بیرون شهر در چادر منزل کرد. تفصیل پذیرایی او دردسر دارد. پادشاه به قدر امکان آن را مختصر گرفت تا ثواب زیارت بیشتر شود. تدبیر پادشاه خوشرفتاری با ملایان قم بود، چه از ایشان در باطن واهمه داشت. از این سبب به میرزا ابوالقاسم خیلی اظهار ارادت نمود. پیاده به دیدنش رفت، او را در پهلوی خیش بنشاند. این التفات به کمتر ملایی شده است. در ایام مجاورت در شهر پیاده می گشت. به فقرا و لا سیما به سادات صدقه زیاد می داد. همراهانش نیز به حکم الناس و علا دین ملوکهم زهد و ورع می ورزیدند و من چون ایشان را در ریا همرنگ خود می دیدم خوشم می آمد. در ایام ظلمگی شنیده بودم که پادشاه در باطن صوفی و اهل حال و در ظاهر متشرع و اهل قال است. از بزرگان بیدین یکی را می شناختم که هیچ کم از یزید نبود. او را هم دیدم لباس ایمان ظاهری در بر کرده است. روز زیارت عرض لهیه نمودم تا وعده مجتهد از خاطرش نرود. نزدیک به ظهر پادشاه پیاده عاری از هر لباس و جواهر حشمت، تعلیمی منقش در دست، با بزرگان و ملایان داخل حرم شد. از مال گرانمایه دنیا تسبیحی در دست داشت و بس. این تسبیح از مروارید بزرگ دانه آبدار و پیشکشی بود که از بحرین آورده بودند و از دست فرو نمی گذاشت. مجتهد سه قدم عقب‌تر به سوالات شاه محترمانه جواب می داد و شاه از این معنی بادکنان نیک ملتفت گفتارش. چون ازدهام بایستی از در حجره من بگذرد، همین که پادشاه به دم حجره رسید اطرافش را از مانع خالی و فرصت را غنیمت دیدم. به پایش افتادم که ای پناه ضعفا، ای پادشاه عالم پناه، به حق همین معصومه قوم که به حال من ناتوان رحمت فرما. پادشاه روی به مجتهد کرد که این کیست؟ از شماست؟ مجتهد جواب داد که مردی است بستی و عادت است
که بستیان بیچاره در چنین وقت از پادشاهان تظلم و استغاثه می نمایند. خداوند سایه پادشاه را از سر فقرا و ضعفا کم مگرداناد. پس شاه روی به من کرد که کیستی و برای چه به بست نشسته ای؟ گفتم تصدقت شوم، کمترین وکیل نسقچی باشی بودم، اسمم حاجی باباست، با بیگناهی به تهمت همچشمان گرفتار شدم. بعد از اندکی سکوت گفت یافتم، به مبارکی حاجی بابای معهود تو بوده ای؟ پس روی به مجتهد نمود. پادشاه: خواه نسخچی باشی، خواه وکیلش، خواه زگی دیگر، هر که خطایی کرده باشد، حرف در سر این است که مال پادشاه را آتش زدند. سرکار آقا، غیر این است؟ آقای مقدس: خیر، به سر شاه همین طور است. اما اغلب در چنین موارد، یعنی در مسائل متعلق به زن و مرد، منات اعتبار قول طرفین است، نه قول خارج. پادشاه: اما سرکار آقا چه می فرمایند در صورتی که این چنین موارد تعلق به شاه داشته باشد؟ کنیزی از شاه هلاک شد، ادنای نفس را هم دیت لازم است. روس با همه بیدینی از چنین عمل به مفت نمی گذرد. ما چرا برای لذت نفس حکیم باشی یا برای استیفای شهوت وکیل نسخچی باشی مفت از مال خود بگذاریم؟ مجتهد: راست است، هر نفس را دیتی و حفظ نفس از واجبات است، اما عفو خطایا نیز از مصوبات است. اگرچه انتقام را در این احوال لذتی است، اما لذت عفو بیش از انتقام است. وانگهی حدیث است که عفو محسورین را ثواب بیش از عفو سایرین است. اگر حضرت ذل‌اللهی از خطای این مجرم مسکین درگذرند، ثواب آن دارد که 20 روز با دست خود کشته، یا قبر فرنگی را آتش زده، یا صوفی را سنگسار نموده باشند. پادشاه روی به من کرد که مرخصی، و دست به شانه مجتهد گذاشت که برو دعا به جان این مرد بکن، وگرنه روز روشن در جهان نبایستی دید. برو چشمت را وا کن، برو دیگر تو را چشمم نبیند. گفتار 48 در رفتن حاجی بابا به اصفهان و تصادف ورود وی با وفات پدر. احتیاج به تکرار این لفظ ها نبود. بیان که یک بار به عقب بنگرم و بی هیچ دلنگرانی از قم رو به اصفهان نهادم. 2 قرانی که مرا به اصفهان رساند در جیب داشتم. اگر منزل را بگویی، در ایران به همت شاه عباس اینقدر کاروانسرا در راه ها هست که سر مسافر محتاج به بالین خانگی نباشد. با همه جوانی از دنیا سیر شده بودم. شاید اگر در قم مانده بودم، به استصواب میرزا ابوالقاسم مواظب ترشی و تلخی زهد شده، عاقبت هم می ترشیدم هم می تلخیدم. اما میدان عمر هنوز وسیع و سمند امید هنوز از تک و تاز جهان خسته و ناتوان نشده. به خاطرم آمد که این بلاها که به آنها مبتلا شدم، باید به جهت فراموشی پدر و مادر و عدم مراعات حق والدین باشد. با خود گفتم وای بر من که بد پسری بودم. وقتی که در سر کار و آماسیده باد افتخار بودم، یاد دلاک بیچاره اصفهانی هیچ در پیرامون خاطرم نگشت. حالا که سرم به سنگ حوادث خورد و دستم از خوشگذرانی کوتاه گردید، به یاد پدر و مادرم افتادم.
از آخوند خود مثلی شنیده بودم، به خاطرم آمد که گنج قارونت ار بود به جهان، نتوان دوستی خرید به آن، یا نتوان دوستی خرید به آن. گفتم کو دوستی بهتر از پدر و مادر؟ با تکرار این کلمات رقتی دست داد. در دل گفتم که بگذار پدر و مادر ببینند که پسری داشتند. چون به خانه برسم میبینند که ناخلف نبودم. اما گویا یکی به گوش جانم میگفت که وقتی نیامدی که بیایی به کار دل. حدسی که با تأسف زینب در حال بیرون آمدن از تهران با آن حالت تقوا زده بودم به خاطرم می آمد. چون چشمم به قله کوه قاضی که علامت نزدیکی اصفهان است افتاد، دلم در سینه تپیدن گرفت. در هر قدم اضطرابم می افزود که خاندان خود را در چه حالی خواهم دید. آیا آخوند پیرم هنوز عمامه حیاتش در سر است یا کفن مماتش در بر؟ بقال همسایه دکانمان که پول سیاهای دزدیده از دخل پدر را همه در دکان او به شیرینی آب می کردم، دکان زندگیش تخته شده است یا هنوز گشاده؟ پیر کاروانسراداری که در شب الامان ترکمان چندان ترساندم، دروازه عمرش باز است یا دست اجل به رویش بسته است؟ به دیدار مناره های شهر از این قبیل خیالات همی کردم، از دیدار خاک پاک شادمان به شکرانه این که یاد وطن با این همه سفر هنوز در خاطرم مانده، دو رکعت نماز کردم و سجده شکر به جای آوردم. بعد از آن دو سنگ بر روی هم گذاردم و نذر امام رضا کردم که یا امام سامن زامن، اگر زامن ورود من به سلامت به دودمانم بشوی، نذر کردم که در راه تو یک گوسفند بکشم و پلاو و پخته به دوستان و اقربای خود بدهم. از دیهای اطراف شهر با دل تپان گذشتم و هر جا را که می دیدم یاد حال قدیمی وی به ذهنم می آمد، تا اینکه به بازارهای روبروی دکان پدر به در کاروانسرای شاه رسیدم. در دکان بسته بود و هیچ علامتی از مسکونی وی پدیدار نه. چون این حالت را به شگون نمی گرفتم، پیش از پیش رفتن خیلی ملاحظه کردم، اما در آخر به خاطرم آمد که شب جمعه است، شاید چنانچه عادت است پدرم در پیری مقدس شده و شب جمعه را به تخت پولاد به زیارت اهل قبور رفته است. خلاصه در کاروانسرا باز و به نظر من همان بود که بود. لنگه های بازرگانان به این سوی و آن سوی افتاده، در هر گوشه ای استر و اشتر چارواداران و مسافران و مردمان دیگر با لباس‌های رنگارنگ، همه با های و هوی صحبت کنان، پاره‌ای مردوار در تماشا، پاره‌ای بی هیچ خیال با کفش‌های پاشن تخته بر روی سنگ فرش‌ها، با صدای بلند تند و تند در رفت و آمد، روح‌ها همه غمناک و در هم، سرها همه پر از سودا و حساب. دوست ایام کودکی خود دروازه‌بان را جستم، ندیدم. ترسیدم که دروازه کاروانسرای حیاتش کلید شده باشد. ناگاه دیدم قلیانش را چاخ کرده، سرش را می‌برد آتش بگذارد. سر بیچاره به میان شانه‌ها فرو رفته بود و از خمیدگی قدش معلوم می‌شد که در پشت بار سال بسیار دارد. گفتم آری، خود علی محمد است. آن بینی را من در میان هزار بینی می‌شناسم، چرا که سبلت زیر او را بارها درست کردم. من با او در گشودن سر سلام و کلام و او چنان با صحبت آینده و رونده معلوب و چنان به ترتیب قلیان سرگرم که دنیا در نظرش نبود. سر نیز بالا نکرد. گفتم عمو علی محمد، مرا می شناسی؟ سری بالا کرد و مانند کسی که از تک چاه نگاه کند بر روی من نگریست که رفیق، کاروانسرا برادر دنیاست. مردم از این درش می آیند و از آن بیرون می روند.
کسی ملتفت ایشان نیست، چگونه تو را بشناسم؟ علی محمد پیر شده و چشمانش به دنیا شبخوشی گفته. حاجی بابا: اما باید حاجی بابا، آن حاجی بابا کوچکه که بارها سرت را تراشید و شاربت را زد، بشناسی. علی محمد: لا اله الا الله، عجیب و غریب، راستی تو حاجی بابایی؟ فرزند جات خالی، آخر آمدی، خوب کردی آمدی، مولا را شکر. کربلایی حسن در دم مرگ چشمی به دیدار فرزند روشن می کند. حاجی: چطور مگر؟ پدرم کجاست؟ چرا دکانش بسته است؟ دم مرگ یعنی چه؟ علی محمد: ای حاجی، پدرت دلاک پیر سر آخرینش را تراشید، فرصت را فوت مکن، برو به خانه، شاید در دم آخر دریابی و دعای خیرش بگیری. او در حال نزع است، دنیا فانی است، ما همه میمیریم. من 50 سال است که در این کاروانسرا را میگشایم و میبندم، حالا میبینم که همه درها به روی من بسته است، کلیدهای درها از ساییدن دستها روز به روز شفافتر و پاکیزه‌تر میشود و من از فرسودگی دست روزگار زنگدار شدم. ما کاروانیان و جهان کاروان سرا، در کاروان سرا نکند کاروان سرا. فرصت اتمام گفتگو نداده به سرعت تمام به خانه پدر شتافتم. در دم در دو ملا دیدم. با خود گفتم اینان بوم شومند که به جز خبر مرگ خبری نمی آورند. هر کجا دست اجل کوس رحلت می نوازد، اینان بار اقامت می اندازند. بیان که به ایشان سخنی گویم داخل اتاق شدم. پیرمردی دیدم بر روی بستر افتاده و جمعی کثیر پیرامونش را گرفته. اینک پدرم. کسی مرا نشناخت و چون در چنان حال همه کس بیمانه به نزد بیمار داخل تواند شد، کسی مانع هم نشد. حکیم در یک طرف بیمار، در طرف دیگر پیرمردی که آخوند قدیمم بود، به تسلای بیمار می پرداخت و سخنانش همانا این که کربلایی مترس، انشاءالله هنوز امید عمر هست و شاید دیدار پسرت نصیب می شود. شاید حاجی در همین نزدیک هاست، اما در هر حال وصیت مبارک است. بهترین است که برای خود وصی تعیین کنی. یکی از حاضران را وصی کن. پدرم آهی کشید که افسوس، حاجی چنان دست از من برداشت که در من امید بازدید خود نگذاشت. میگویند از نام پدر و مادر خود عار دارد، میراث من قابل او نیست. این سخنان تأثیری عظیم در من کرد. بیش از آن تاب ناشناسایی نیاوردم، بی خدانه فریاد برآوردم که حاجی اینجاست، حاجی به امید دعای خیر تو به پابوست آمده است، دیده باز کن پدر، من فرزند تو هم. پس در پای بستر به دو زانو نشسته دست پدر را بوسیدم و نشان مهر پسری اشکم فرو ریخت و گریه در گلویم گره شد. حاضران از این حالت در حیرت، دیدم پاره ای را خوش نمی آید و پاره ای این حال را باور ندارند و بعضی مات ماندند. چشمان پدرم که دیگر تاب گشادن نداشت، دقیقه ای چند بر رویم دوخته شد، گویا جهد می کرد تا مرا نیک بشناسد. پس دست برداشت که الحمدلله نمردم تا پسرم را دیدم، اینک وصی من. بعد از آن روی به من کرد که فرزند، چگونه دلت تاب آورد که این همه وقت ترک ما گفتی؟ چرا اندکی پیشتر نیامدی؟ خواست بیش از این سخنی گوید، اما ضعف بیماری از یک سو و شادی دیدار من از یک سو عنان طاقت و توانش را از دست گرفتند، بیهوش بیفتاد. آخوندم مرا بشناخت و گفت حاجی
دست مزن، بگذار پدرت به حال آید، هنوز وصیت نکرده است. و جوانی که به نظر دشمنی به من مینگریست گفت: آری، وانگهی باید بشناسیم که این حاجی است یا نه. بعد از آن دانستم که او برادر زن اول پدرم بود و امید میراث بردن داشت. میترسید از گلویش ببرند. و معلوم شد که سایرین نیز از همان قبیل بودند. به بوی میراثی که من از آن محروم میشدم در آنجا جمع شده بودند. در ظاهر همه در تردد که من حاجی بابا میباشم. اگر آخوندم حاضر نمی بود، همه متفق الکلمه ساحر و چشم بندم می گفتند. اما با اقرار او جای انکار نبود. در آن حال مادرم پیدا و دفع همه شبهه‌ها گردید. از خبر ورود من تاب ماندن در اندرون نیاورد. بغل گشوده به میان مردان دوید که کو فرزندم؟ کو؟ کو حاجی بابایم؟ کو؟ مادر جان کجایی؟ به محض دیدن دست در گردنم انداخت و در کنارم گرفت و با اصطلاحات و تعبیراتی که بجز مادران قابل ترکیب و ترتیب آن نیستند بنای شادمانی و مهربانی گذاشت. حکیم شربتی برای بهوش آوردن پدرم ترتیب نمود. خواست به حلقش ریزد. چون ناخوش را از جای حرکت دادند عطسه کرد. حاضران گفتند صبر آمد. باید تا 2 ساعت صبر کرد. بنابراین دوا 2 ساعت در کاسه بماند. بعد از 2 ساعت خواستند بیمار را برخیزانند. زرد شده بود. پیر ملا هرچه گفت برخیز تا حالا وصیت‌نامه‌ات را بنویسیم و خیلی زور کرد که سرش را از بالین بردارد کار از کار گذشته بود. پس دهانش را بستند، پایهایش را روی به قبله کشیدند، کاسه آبی بر بالینش نهادند، انگشتان بزرگ پایش را به هم پیوستند، همه انا لله و انا الیه راجعون خواندند. این مقدمات به آهستگی تمهید یافت. پس از آن کسانی که به نام خیش و پیوندی گرد آمده بودند همه به یک باره به نعره و فریاد جانکاه شروع نمودند و شیون بلند شد. از میانشان 2 نفر آخوند که ذکر خیرشان بگذشت به بام خانه فرا رفته برای اخبار مردم از مرگ یکی از مؤمنین بنای گلبانگ و خواندن آیات و اخبار گذاشتند. آنگاه شیون همگانی شد. زنان نیز از اندرون به شیون و شین برخاستند. پدرم به جهت نیکمردی و خوشخویی مطبوع طبع همه کس بوده است. مادرم که در اصل از گریه کنان مشهور و تعزیه گیران معروف بود، جمعی از زنان همکار خیش بر سر خود جمع آورده محشری برپا کرد که میتوان گفت در مرگ هیچ امیری آنقدر عزاداری نشده. من تازه خانه دیده و دودمان یافته در گریه رشک امثال و اغران شدم. یاد اعمال گذشته و فراموش نمودن اهل و عیال خود میکردم و میدیدم که باید به حال من گریه کنند. در گوشه‌ای تنها آواز گریه راستین را با گریه ساخته دیگران دمساز نموده بودم. ناگاه آخوندی پیش آمد که گریبان بدر تا پدر مردگیت معلوم شود، اما زنهار پر مدر و بد مدر. گفتم این ثواب را تو به جایار. درزی از گریبانم بشکافت و 3 پارچه از لباسم بیاویخت و کفش و کلاهم را بیرون آورد که اقلن تا به سر مزار سر و پا برهنه رو. درد مادرم بیدرمان بود. سیاه بر سر، موی کنان، فریاد کنان، حسن حسن گویان خانه را از جا می کند. در آن حال همسایگان و راهگذران آشنا و بیگانه، خیش و اقوام در خانه جمع شدند. پاره‌ای قرآن خان، پاره گوشدهان این اعمال را از سنن می شمردند. پاره هم به نام تسلی بخشی آمده بودند و هر یک با اصطلاحی خاص تسلی ماتم زدگان می کردند. آخوند قدیم از روی دلنوازی دست مرا بگرفت و در پهلویم نشسته به این عبارات به تسلی پرداخت.
بلی، پدرت مرد. مرده باشد. چه شد؟ مگر ما همه نمی میریم؟ زندگانی کرد، اولاد پیدا کرد، در آخر مرد. چه می توان کرد؟ یادگارش در دنیا تویی. تو خوشه آن ساقه گندمی، از تو هزاران خوشه تواند حاصل شد. اگر ساقه خشک شد و بریخت، این مسئله باید موجب شادی تو باشد، نه موجب اندوه تو. به جای اینکه در این دنیا به سرتراشی این و آن پردازد، اکنون در آن دنیا با حور در قصور، شراب طهور با مزاج زنجبیل و کافور می‌خورد. چرا باید گریه کنی؟ خیر، گریه بران کن که اگر تو می‌مردی چه می‌شد. اما از گریه چه سود؟ چیزهای دیگر به خاطر بیاور. ببین که این حالت مایه شادی است. مثلا احتمال داشت پدرت کافر باشد و حالان که مسلمان است. احتمال داشت ترک باشد و حالان که تاجیک است. سنی باشد و حالان که شیعه است. عیسوی باشد و حالان که محمدی است. کلمه شهادت در دهان مرد که اولین سعادت دارین است. باری از این قبیل چیزها بسیار گفت و بعد از اتمام افادات مرا با گریه خود باز گذاشت و برفت. مردشوی مردروی را خواستند، تابوتی آورد. پرسیدند که عماری لازم است یا نه. حواله برای آنان کردم. آخوند و سایرین مرده را با آب قراح شستند و با سدر و کافور قنوت کردند و در کفنی که با تربت تمام قرآن به او نوشته بودند پیچیدند و با تمهید و تمجید به گورستان بردند. از ازدحام مردکشان معلوم می شد که پدرم خیلی محبوب القلوب بوده است. بیگانگان نیز هر یک برای ثواب گوشه تابوت را می گرفتند تا به مزارستان جمعیت بسیار شد. من نیز با آنان که خود را متعلقان ما می گفتند به همراه رفتم. با اذن من نماز میت شد. مرده را به گور سپردند و با عربی تلقین نمودند که یا عبدالله ابن عبدالله اذا جاء المکان المغربان و یسألانک من ربک قل الله ربی و محمد النبی و علی امامی و الکعبة القبلة و القرآن و کتابی و الی والله الحق والنبي حق والكعبة الحق والقرآن حق والصراط الحق والجنة الحق والنار حق والقبر حق والسؤال النكير والمنكر حق والبرزخ حق وثواب الحق وعقاب الحق. پس فاتحه خوانده قبر را پوشانیدند و آب بر آن پاشیدند و حاضران به خانه مرده برگشتند. تنها آخوندی در آنجا برای قرآن خواندن ماند. در برگشت به خانه چون خود را یگانه وارث پدر دیدم، ناچار از روی خودنمایی دو اتاق فرش کردم، یکی مردانه یکی زنانه. جنازه کشان و آینده و رونده را قضا دادم. نظری که در راه کرده بودم به خاطرم آمد. گوسفند و پلاو هم به خرج رفت. سه ملایی کرایه کردم برای قرآن خواندن در خانه و دو برای قرآن خواندن در چادر کوچکی که بر سر قبر برپا کرده بودم. تعزیه داری که از 3 روز تا 7 روز طول کشید برپا داشتم. روز آخر چند تن از ریش و گیس سفیدان آمدند، مجلس ختم را برداشتند، گریبان دریده را دوختند. در آن روز هم ناچار قضا دادم. آنان نیز در عوض هر یک جزی از 30 پاره قرآن خواندند. بعد از آن مادرم به همراهی چند زن دیگر بر سر قبر رفت، حلوا و نان فطیر به فقرا داد و با گریه و زاری برگشت. چندی بعد از آن ما را به حمام بردند. حنا بستیم و من سر تراشیدم. آداب ماتمداری تمام شد و من به حال خود ماندم تا کار پدر را صورتی دهم و به آینده و رونده قرار و مداری